چاو بچه چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ریاکشن ویدیو دیگه. امروز میخوام به ترک یا حق نیما نیموش بپردازیم. اونم چه ترکی؟ ترک سیاسی و دیس شنیدم. آقا دیس بازا بیا نیم بر بازار. پس شد یک ترک سیاسی از نیما نیموش به نام یا حق. بچه این اسم یا حق، کلمه یا حق رو من خیلی به زبون میارم. جالب، کلمه ای که همیشه ورد زبونمه. آقا یا حق. بچه قبل اینکه بریم وارد موزیک بشیم، فقط یه چیز، یه نکته من قبلش بهتون بگم. یه مقدار کیفیت ویدیوها رو من آوردم پایین‌تر و حتی تصمیم دارم از این پایین‌تر هم بیارم به خاطر نتی که تو اینا خیلی ضعیفه و بچه‌ها بتونن حداقل پلی کنن و کمتر اذیت بشن. اگر که تصویر یا صدا یک مقدار ضعیف‌تر شده ازتون عذرخواهی می‌کنم، دلیلش اینه. خب اومده اید بریم که یا حق گوش بدیم، لذت ببریم. Let's go. It's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. خب بزنین بریم. اوکی. الان بیشتر از جنگ داریم فرزند شهید، سید علی همه رو تو شرمنده کردی، سید علی ما تو رو به گور میبریم، شده از کل نظامت خون میدریم. قشنگ بود، قشنگ بود. چرا قشنگ بود؟ به خاطر اینکه قشنگ لفظ نمیاد که، غیر از لفظ داره قشنگ این اسم میبره. اسم بنده کردی، سید علی ما تو رو به گور میبریم، شده از کل نظامت خون میدریم. میبینیم که پر شده ایران از خائن، حزب الله بره جاش میارن داعش تو زندان، میکشه نیازت شاعر حق بگه، یعنی کار به سیاست داشته. ایران باید جای سیاحت باشه، نه اینکه جهان فکر کنه فقط زیارتگاهه. اینا حرفای خیلی ها هست، داره ایران پر برکت، هنو کلی نیازمند داره. با اون همه، ایران با اون همه ثروتی که داره کلی نیازمند و فقیر داره. خدا وکیلی این خیلی درد داره. من که واقعا، من همیشه چه تو جمع دوستان چه هر جایی که بودم، حتی تو ویدیوهام گفتم، حتی بچه‌ای که برای من کامنت میذارن، گفتم که واقعا ایران غیر از اینکه مراکز حالا زیارتی هم داره، خیلی زیباتر از خیلی از کشورهای دیگه است. اینکه یکی از قطبای بزرگ و قوی جهانگردی تفریحی سیاحتیه. ولی ببینید به چه روزش آوردن الان. هر، یعنی تو خارج از کشور فکر کنم بچه‌ها اتفاقا خیلی ویدیو در موردش درست کردن که چه دیدگاه و چه نظری نسبت به ایران دارن. اصلا ایران رو اونجوری که هستش نمیشناسن. حالا دور از عقاید مردمش و طرز زندگی و سبک فرهنگ مردمش، کلا اصلا ایران رو یه جای مذهبی خیلی بسته، خیلی دارک میبینن. متاسفم. کار به سیاست داشته، ایران باید جای سیاحت باشه، نه اینکه جهان فکر کنه فقط زیارتگاهه. اینا حرفای خیلی ها هست، داره ایران پر برکت، هنو کلی نیازمند داره. تا که باید اینجا اعتراض کنن یا که شاهد قتل عام باشن، تاریخ رسیده به انقراض کلن، دولت به ما میده زهر مار بازم. تا که میخوان اینا گردن نگیرن، وقتی بچه‌هاشون هم از دم فهمیدن که صلاحیت نداره این دولت، حتی کل جهانم شما رو نیست کلا. یا حق. بابا کل جهانم شما رو نیست کلا، کاری به کل جهانش نداریم. ولی واقعا دیگه همه مردم دیدن، فهمیدن. چرا؟ چون اینا دارن آشکارا کاراشونو، کسافت کاریاشونو قشنگ رو انجام میدن و اصلا هم زیر بارش نمیرن. اون موقع یواشکی انجام میدادن، تو خفا انجام میدادن و زیر بارش نمیرفتن، اما الان علنا این کارو میکنن، میکشن بچه رو، میگن دشمن کشته. همین کیان کوچولوی ما رو که کشتن، دیدی چقدر داستان؟ قشنگ مادره اومد نشست گفت، علنا گفت سر خاک بچه، سر مزار بچهش علنا گفتش که داستان چی بوده، چطور کشته شدن، کیا کشتن، خود همین حکومت بوده. اما بازم حکومت گردن نمیگیره. خیلی گردنت کلفته، ولی ما اون گردن رو میشکنیم. میدن که صلاحیت نداره این دولت، حتی کل جهانم شما رو نیست کلا. یا حق، شمشیرامو به دست بازم، اگه مظلومم بشیم یه پانزر هستم، میشه تو کولمو میریم تا تش، میریم باز جنگ، میگیم یا حق. این دفعه مایم قاضی و داور، مادرشونو به گام میدیم و آخر، همین آواز مای بازی و ساختن، ولی به دست حماقت خودشون باختن. آزادی آزادی ما، اینا خودشون این بازی رو واسه ما ساختن، ولی به دست حماقت های خودشون که دارن بدترش میکنن، این بازی رو باختن. فکر میکنن با این گردن کلوفتی ها میتونن ببرن، ولی در صورتی که دارن خشم مردم رو بیشتر میکنن. جالبه برای من این که نمیدونم اینو میدونن، با آگاهی این موضوع دارن این کارو میکنن، یا اصلا هدفشون چیه؟ تو که میدونی
با اینکه خشم مردم بیشتر کنی و جنایت بیشتری کنی، خب مردم بیشتری میاد. وقتی عزیزش رو از دست میده نمیشینه تماشا کنه، سکوت نمیکنه. هر چی بیشتر بکشی خب مردم بیشتر میان بیرون. این دفعه مایم قاضی و داور، مادرشونو به گاه میدیم و آخر همین آواسه مایم بازی و ساختن، ولی به دست حماقت خودشون باختن. آزادی آزادی ما میجنگیم تا آزاد شیم، هر جایی که باشیم پاش وایسادیم تا ایران کنیم آبادی. زن زندگی آزادی به امید این که فردای بهتر بیاد، آزاد شیم با آزادی از این همساز آزادیم. سر تو بشدن پر غم رفیقام، نمیدونم چی بگم و فوش بدم به کیا، نمیدونم اصلا گل بدم به کیا، وقتی توی کشورم مخبرن خیلیا. نمیدونم به کی اعتماد کنم، نمیدونم به کی تکیه گاه کنم، وقتی خواهی مالا توی اجتماع برن نمیشن برای اعتراض بلند. یا حق بدیم دست به دست هم با هم، رو به جلو بریم و داشته باشیم باور به خودمون، باید پا بکوبیم رو زمین و بگیم ماها با پستم نکشیم از این بابت. خیال تو راحت کنم که آزادی از آن ما هست، پس داتش بمون بگو بگو بدرود ایرانی که برای ما ساختن. از وقتی که شاه رفت زخمی که هنو برای ما تازه است، نمیشه با پادسر درمون بلکه داغتر میشه وقتی چون زخمه هنوز سرش بازه. وقتی شاه رفته کلی مردم زخم خوردن، اون زخمه سرش بازه، هی داره با بازش کردن دیگه، خیلی عمیقه. زخمی که هنو برای ما تازه است، نمیشه با پادسر درمون بلکه داغتر میشه وقتی میبینیم جوونا زیر خاکن، یا که نخبه ها پاتنا به دارن. نمیره یادم کارایی که کردید و چیزایی که دادید، به خورد ماها با حرف وارد کردید کل ایرانو، گفتید به ما که باید بیانیم داغت، شاید دادت شده برامون که برده باشیم و زندگی کنیم ماها با ترس، نگیم چیزی و نمونیم ماها با هم، برای این که مردم منو خوابن. نمیدونم میبینن واقعیت یا نه، یه مش بیسوادی که شدن برامون داور، دارن قضاوت میکنن کی کی مسلمونه کی کافر. خودم یه مسلمون واقعی یعنی واقعا حتی اگه کافرم باشی این جنایت رو ببینی بلند میشی، صدا میشی، همدل میشی، یکی میشی. این حکومت با ترس و با فرق تونسته تا الان حکومت کنه، از این به بعد دیدید چطور ترس مردم ریخته. فکر نمی کنم بتونید این مردم رو دیگه با چیزی تهدید کنید و بترسید. مردم جونشون کف دستشون تو خیابونان دارن می جنگن، پس از چیزی نمی ترسن دیگه، چیزی از دیگه از جون بالاتر دیگه چیزی برای دست دادن ندارن. جگرگوشش رو گرفتین دیگه، چیزی هم میمونه، چیزی گذاشتین برای مردم که بتونین ازش وسیله کنین واسه ترس مردم. نگه چیزی و نمونیم ماها با هم، برای این که مردم منو خوابن. نمیدونم میبینن واقعیت یا نه، یه مش بیسوادی که شدن برامون داور، دارن قضاوت میکنن کی کی مسلمونه. هیچ کدومشون هم سواد ندارن، حتی فارسی رو هم نمیتونن درست صحبت کنن. اون یکی که اصلا دیگه با خدا واقعا خجالت نمیکشن خودشون. یا نمونی ماها با هم، برای این که مردم منو خوابن. نمیدونم میبینن واقعیت یا نه، یه مش بیسوادی که شدن برامون داور، دارن قضاوت میکنن کی کی مسلمونه کی کافر. خودم یه مسلمون واقعیم که به راهم ادامه میدم تا بمیرم، ولی نظراتم آوازه میگم به یه آزادی آزادگیم، جونم امیدم در راه میهم، ولی کن به این دولت باج نمیدم، باید یاد بگیرم که واقعیت رو با چشم باز ببینم. Die Stimmen der Straßen, es ist nicht nur das persische Volk, sondern all die Menschen, die kämpfen für diesen Frau Leben, Freiheit, ehrliche Worte. رفت تو آلمانی بچه. از اونجایی که من خودم هم جدیدن دارم زبونش رو یاد میگیرم متوجه شدم که آلمانی، اما هنوز به اون درجه نرسیدم بیام براتون الان اینو معنی کنم. کاش لیریک داشت. Nur das persische Volk, nein, sondern all die Menschen, die kämpfen für diesen Frauenleben, Freiheit, ehrliche Worte. Ehrliche Worte. Wir sehen die Zahl der Toten immer noch vom Schwarzen Meer bis zum Persischen Golf. Persischen Golf. Aber eine Sache kann uns nie und niemand wegnehmen, und das ist der menschliche Stolz. Niemals. Hörst du die Stimmen der Straßen? Es ist nicht nur das persische Volk, nein, sondern all die Menschen, die kämpfen für diesen Frauen. نمیدونم هر چی که میگه آخرش میگه ناین، یا اون کلمه رو تکرار میکنه، ناینم که یعنی نه. In der Straße. Es ist nicht nur das persische Volk, nein, sondern all die Menschen, die kämpfen für diese Frau, Leben, Freiheit, ehrliche Worte. Ehrliche Worte. Wir sehen die Zahl der Toten immer noch vom Schwarzen Meer bis zum Persischen Golf. Persischen Golf. Aber eine Sache kann uns nie und niemand wegnehmen, und das ist der menschliche Stolz. Auch um den Novinke, Kolo, Kap, Salische, Vassige, Kademike, Fador, Kertschis, Konoda, Indafe, Metro, Arupol, Radnemische, Indafe, Hamtaslim, Nisoboda, Mofsede, Fel, Ars, Toi, Sedali, Bozdele, Keshwar, Toi, Oyatollah, Mofchoro, Velkharch, Toi, Bochondone, Dojma, Midi, Das, Boad,
قد بدی خواهیت و ما فهمیدین اینجا دشمن رو گفت دشمن همون چیزی که خامنه همیشه میخواد بگه دشمن میگه دشمن از اون استفاده کرده این بلا شوار توی آیت الله مفخر و ولخرج توی با خاندان دشمن میدی دست باید بدی خواهیت و ما تا قیامت مدیون همه شونی کورتور گلور فارس بلوچ و عرب مهم نیست جوونمون هر روز تو کفنن مهم اینه همه بیان دست پوست فقط ببین چی کارا کردی با مردم حالا ببین که مردم با تو چه میکنن حتی اگه تهدید کنی با اتم و با سرگذشت اینا واسه همه هندی شدم منم حرفمو رو گفتم و مستقیم یه لحظه فکر کردم گفت هندی شدن چون یه جریانی داره اگه درست شنیده باشم ببین چی کارا کردی با مردم حالا ببین که مردم با تو چه میکنن حتی اگه تهدید کنی با اتم و با سرگذشت اینا واسه همه هندی شدن منم حرفمو رو گفتم و مستقیم به شخص واسه من همه هندی شدن من اصخایی میکنم ولی باید بفهمم اینجا چی گفت کارا کردی با مردم حالا ببین که مردم با تو چه میکنن حتی اگه تهدید کنی با اتم و با سرگذشت اینا واسه همه هندی شدن منم حرفمو رو آخه چرا میگم خیلی برام مهمه چون خمینی خب فکر میکنم یه رگه هندی داشت دیگه حالا نگرفتم که اصلا میخواد به چی بزنه به اون بزنه یا همشون واسه ما هندی شون یعنی شاید میتونه بگه که اصلا کسی هیچ کدومتون ایرانی نیستین دیگه یا عرب تبارین یا انگلیسی تبارین یا هندی تبارین دیگه فقط ببین چی کارا کردی با مردم حالا ببین که مردم با تو چه میکنن حتی اگه تهدید کنی با اتم و با سرگذشت اینا واسه همه هندی شدن منم حرفمو رو گفتم و مستقیم به شخص اول مملکت گسنگی برا زندتونه به قدی گه زدی که به راحتی نمیشه جمعش کرد بازم دمش کرد اونی که دنبال حقش رفت دلی از همون زن به طرف که ممکنه قد کنه اون یکی دست تم لاکاری حتی وطن رو کنی ترکشم سرنوشتت میشه عین هو قذافی خدنگ پیزوری شرف داره سگش ترجیح میدی مثل تو فنو نباشی مدیریت رو دیدی ممش فاز جنگه متنفرم از همه رانتیا متنفرم از همه قاضیا متنفرم از سکوت رب بدی که تا دیرو فقط واسه خودش آر میداد آزادی ما می جنگیم تا آزاد شیم هر جایی که باشیم باش وای سالیم تا ایران رو کنیم آبادی آزادی ما می جنگیم تا آزاد شیم هر جایی که باشیم باش وای سالیم تا ایران رو کنیم ما میکنیم ایران آباد بابا ما نخبه کم داریم مگه ما با استعداد درس خون تحصیل کرده مخ کم داریم مگه بابا مردم ایران واقعا باهوشترین نژادن چرا فکر میکنیم نمیتونن انقدر خوشگل میتونن مملکت داری کنن همچین بهتون نشون میدن کفتون ببره دلم میخواد اون موقع قیافاتون رو ببینم مرسی که در اینجا ویدیو با من بودین اگه دوست داشتی حتما لایک و بکن سابسکرایب هم یادت نره همونطور که نیما نیموش گفت یا حق به امید زن زندگی آزادی